شما هستین اکیپ تو، تومه ها، تو ایف ام ها، رضایی ها، همه تون یه جورین، یعنی لحاظ مثلا تیپ و ظاهر و کرکتر این چیزا. خب میدونی منظورم چیه؟ یعنی منظورت اینه که یقمون بازه و فلان، تا ناف یقتون بازه. خب آخه میدونی هممون با هم میریم باشگاه. خب یعنی الان که البته پرکنده شده ولی هممون با هم میریم باشگاه، زحمت میکشیم. خب یه سری کارهایی که نباید بکنیم که هیکل خراب نشه رو نمیکنیم، به اون فشار میاد، لااقل میگیم بذار ببینن چه کارهایی هیکل خراب میکنه. مثلا مشروب نخورید، مثلا من نمیگم. خب مثلا چه میدونم غذای بعد، غذای چربی دار، خیلی وقتا شب مثلا حواس زرشپول رو با مرغ میکنم نمیخورم، لااقل بذار نشون بدم این همه زحمت رو. زرشپول رو نمیخوری؟ اینم یقه رو تا اینجا ببندم هیچ کم نبینه. خب دیگه چرا؟ نه تا اینجا هم نه، مثلا تا اینجا ببند. باش الان اینو ببندم مشکل حله؟ نه نه اینکه مشکل حل بشه، من فقط دلیلش رو میپرسم، وگرنه هر کسی آزاده هر جوری بخواد لباس بپوشه. آره بخوشه. ولی راستش خودم آخرم که نبستی تو گفتی آزادی دیگه. ببندی یعنی همیشه میبندی یا فقط برای برنامه میبندی؟ نه فقط برای برنامه. نه خودت باش، همون جوری دوست دارم. نه خودت باش. بعد ساعت دادم که این دستبند قرمز چیه؟ اینو ببینید، خب بقیه چیزا رو هم نشون بدید. این دوربینه رو میشه آه، کمربند و کفش و ساعت و اینا با هم سته، شلوار و پیرن هم با هم سته. خیلی هم عالی. خیلی براش زحمت. بچه دیگه صلیب نمیندازی چون قبلا صلیب مینداختی. صلیب نبود، تی بود. نه خیر صلیب بود آقا جان. خب صلیب می عزم. صلیب این شکلیه. خب تی این شکلیه. خب دوربین منو بگیرین ببین. خب الان یه سوالی من ازت بکنم، بعد این زنجیره باید به چی بسشه به این تیه؟ خب باید این یه چیزی بیاد بالا اینجا قلاب بذارن زنجیر بسشه که بشه تی، اینم دستاشه که زنجیر بسشه. حتما باید قلاب رو دسته باشه، قلاب نمیتونه اینجا باشه. خب البته من حضرت عیسی رو هم خیلی دوست داشتم دیگه. حضرت عیسی رو خیلی دوست دارم و اعتقاد دارم بهش. خب چه از اول همینه بگی؟ چون دین ما اسلام هم خیلی دوست دارم و مردم یه ذره سوء تفاهم براشون شده بود. خب میشه آدم هم مسلمون باشه هم حضرت عیسی رو دوست داشته باشه، ولی خب چون این سوء تفاهم پیش اومده بود دیگه من نمیندازم. ولی بخش میتونم سوالا رو بگیرم. این جیگیلی جیگیلی که میگی یعنی چه؟ من تو ده خدا هر چی گشتم من یه جیگیلی رو پیدا نکردم. جیگیلی به یک موجود تو دل برو و با نمک میگن. مثل تومه؟ نه مثل اس نمیخوام بگم، مثل فروزنده. فروزنده که میگه توی شهر خوشگل من از همه خوشگل ترم. آفرین جیگیلی مثلا یه چیزی تو اون مایا. خب در مورد زیورالات توضیحی بده. این سوزن فرفره که اینجا تو نمیدونم این پیرسینگه اینا بوش. خب در مورد همون به نظر من هر شغلی یه لباسی داره. مثلا شما مجری باید شما شغلت چیه بالاخره؟ من واقعا نفهمیدم. بعدا اصلا من لباس خاصی نداشته باشم. هر سری میتونم یه چیزی بپوشم. خب. حالا دیدیم مثلا یه موجی لباس. شما هر چی میتونی. ولی مثلا دکتر تو هم هر چی بخوای میتونی بپوشی. برای همین الان اینجوری. خب الان توضیح بهت میدم دیگه. نه من یه سری فرقای کوچیکی داره. مثلا دکتر باید روپوش سفید بپوشه. خب مثلا تو الان دکتری؟ من دکتر نیستم ولی چرا سفید پوشیدی؟ چون دکترها رو دوست دارم. خب مثلا توی شبکه داری خواننده رو می‌بینی باید یه فرقی با معلم علومت که مثلا تو مدرسه می‌بینی داشته باشه، باید خاص آرتیست. معلم علوم هم همین شکلی بود. پیرسینگ داره؟ نداشت اما همین شکلی. تو در مورد لباسش حرف می‌زدی؟ در مورد لباس و کلا یقه و یقشی که وان نمی‌ذاره. چرا باز می‌کرد؟ دمش گرم کجاست تو معلم علومت؟ اما مودش. بگو بیاریم. خب دیگه اون باز فرقه بود. آقا چرا مو ندارین شما؟ به خاطر اینکه همون ورزشه است، بعد سولاریوم میریم آفتاب میگیریم، اگه مو باشه میریزه؟ نه میریزه نه، رای نمیگیره. درست. خب پس برای اینه که سولاریوم بگیر. خیلی سفیدی؟ آره خیلی. میخوای بهت نشون بدم سفیدی؟ خب چند تا اسمت بگم در ذهنت راجعشون بگو. هیرسا از این کار لوسی هم هست، اسم میگن نظرت خانه‌دار میپرسن. آره این آره اما من میخوام این چند تا اسمو بپرسم. هیرسا، موریس و موریس نمیدونم. ملیکا دافیه میشناسی؟ نه. تو اصلا هیچ اطلاعاتی در مورد موسیقی روز ایران نداری. چرا؟ خب اینا نمیشناسی الان. خب اینو میشناسم. شهرام شب‌پره. نظرمو بگم؟ نه.
بعد تو همیشه با شلوار میری تو وان؟ همون میخوای بری؟ نه ولی توی یکی بهش زنگ بزنه رو داری میگی؟ نمیدونم اگه عکس ازت دیدم. آه عکس مال یکی بهش زنگ بزنه است. خب به هر حال نمیتونیم که بدون شلوار بریم تو وان فیلم بگیریم. خب نگیرین تو وان اگه نمیتونی بدون شلوار. مشکل کارگردانه دیگه، به من نمیتونی. یعنی هر چی کارگردان بگه تو گوش میکنی؟ آره چون من نمیفهمم واقعا از ویدیو و از به هر حال یه چیز تصویری که متوجه میشی، میدونی که هیچ کی با شلوار تو وان نمیره. من به غیر از موزیک و آهنگ از هیچ چیز دیگه ای سر در نمیارم. خب تو من دیدم تو ویدیوهات نیم تنه بالا لخته همیشه. کی لخت بوده؟ چرا همین ویدیو آخرت؟ آهنگ غمگین داری میخونی؟ آه بی تو میترسم؟ آره. خب اونجا دبی بود، تو خرابه بود، گرم بود، هر چی پوشیدم دیدم عرق میکنم دیگه. بس همه اینا به خاطر گرمی هواست. نه دیگه یقه باز لخت بودن و اینجور چیزا همش برای گرمی هواست. خب این همه ورزش میریم، از همه چیزمون میگذاریم که بدن رو درست کنیم. خب یه جوری به هر حال قبول کن دیگه، دوست داریم نشون بدیم. خب بعد شیطنت خودمون هم هست. ایران میری یا میای؟ آره ایران میرم و میام. اونجا چطوره؟ راضی هستی؟ عالی، همه چی خوب تو ایران. مردم چه جوریه؟ مثلا میبینن چیکار میکنن؟ میبینم خب ابراز علاقه میکنن بعضیا، بعضیا میگن تتلو، بعضیا میگن خیلی باحالی ها اینا. قلب من بی تو میمیره، اون چش ناز تو از یادم نمیره. نظرت چیه در مورد کاور کردن آهنگا؟ کاور کردن آهنگا اگه قبول داشته باشی که آهنگو کاور کردی، به نظر من هیچ مشکلی نداره. خب یعنی اگه اعلام کنی تو هیچ جای ویدیو توی به حساب کردیت ها ننوشته بود که این آهنگ آشره. حالا البته قبول دارم که مال چند سال پیش بوده. اگه امروز بخوای همچین کاریو بکنی؟ اگه امروز بخوام همچین کاری بکنم، مثلا یا اعلام میکنم یا آقا آهنگ تو به حرف من گوش کن، خیلی جاهاش کاوره ولی خب یه جاهایشو ما عوض کردیم. ولی این آهنگ رو من بچه این یعنی خیلی وقت دوست دارم. آهنگ خارجیشو واقعا نمیدونم کی خونده و آهنگسازش کی بوده، وگرنه حتما پای ویدیو میزدم. الانم که نزدم معذرت میخوام واقعا از خواننده‌اش اگه چیز بود. ولی سعی میکنم نکنم این کارو جدیدن، خیلی سال نکردیم. مخصوصا من دیگه خیلی باید آهنگر رو دوست داشته باشم مثل این تو به حرف من گوشون، که اونم به همه میگم، هیچ جا نمیگم که اینو من خودم ساختم. ولی اگه یه آهنگ یونانی رو ورداری مثلا بعد بزنی آهنگساز مثلا اسم خودتو بیاد بیرون، اون زشته. ولی وقتی خودت قبول میگی منظورت شادم حقیلیه. منظورم کسی خاصی نیست. بله تو این کلیپ منو داری. خب اینا دوست دخترتن، مدلن، فتوشاپ هن، چی هن اینا؟ مدلن دیگه. مدل تو ایران مدل گیر میاد؟ مدل گیر نمیاد، آشنا بودن. خب ما دیدیم که مدل آشنا چجوری میشه که هم با حجاب باشن، چون به هر حال قوانین داره دیگه کشور ما، هم با حجاب باشن، همین که خب کلن چند تا دوست دختر داری تو؟ من دوست دختر ندارم ولی دوست دختر زیاد دارم. دوست پسر چند تا داری؟ دوست نه این دا سربازی رفتی؟ سربازی معاف شدم. نه ویدئوی خالکوبید که رو اینترنت همه جهتون جریان شد. یکی از دوستان لطف کردن از روی موبایل ما دزدیدن، گذاشتن یه کدورتی چون باش داشتیم. کدومشون بود؟ اسمشو نمیخوام بگم. یکی از همون چیزا حاضرین جمع بود؟ یکی از حاضرین جمع بود. توهی بوده؟ نه بابا، توهی که بابا هنوز رفیقیم با هم. بعد توهی اگه از این فیلم ها از من بده بیرون بوده. من از این فیلم ها ازش میدم بیرون. با هم چون بده بستون داریم نمی کنه این کار. چه بده بستونی داریم؟ کاری جفتمون مثلا منم خب خیلی فیلم های شخصی از حسین دارم، اونم داره، اون یه دونه بده من میدم بیرون. به خاطر این نه من جرأت میکنم این کار رو بکنم. نه ای جان کاشی یک کدومتون شروع کنی. اما برای مسابقه هفته آقا ما هر سری عکس نشون میدادیم، یه کارایی میکردیم عجیب غریب، اما این سری یه چیز در ارتباط با اسکی کردنه و
برای اونا که اولین باری دارن این برنامه رو میبینن، اسکی کردن یعنی اینکه شما یه چیزی مثلا تو هنرمنده ایرانی هم زیاد میبینید که مثلا یه آهنگ دوست داره از آهنگ یونانی، عربی، هر چیزی برمیداره، آهنگ از صدا خواننده جدا میکنه یا بازسازی میکنه، اسم خودش رو به عنوان آهنگساز میزنه و میاد یه آهنگ جدید میده بیرون و بهش هم نمیگه از کجا آورده. به این میگن اسکی کردن. مثلا این یه مورد. یه نفر است مثل یه سایه، یه نفر است مثل آبار. او تی تز نکنیش کنه دفعه سه بودیشو اگو عشقو کم عشقو کم به تو نمیتونم بمونم با تو خطیب گلو به منیسی ایفروخی شده. آقا اگر اسکی سراغ دارید برای ما بفرستید. چه جوری؟ شما میایید مثلا یه خواننده ایرانی میشناسید که از یه خواننده آمریکایی مثلا یه ویدئو یا تقلید کرده یا مثلا یه آهنگی یا آهنگ اونو برداشته خودش رو به عنوان آهنگساز جا زده، این دو تا رو کنار هم میذارید با یه ادیت خیلی ساده و روی یوتیوب یا کلام آپلودش میکنید، تایتل یا عنوانش رو میزنید ذره بین اسکی مثلا فلان خواننده ایرانی از فلان خواننده آمریکایی یا ترکی یا یونانی، هر کسی، و اینا لینکش رو برای ما میفرستید. اگر اسکی خوبی بود شما برنده هستید و ما 10 نفر 10 تا از بهترین لینک ها رو جایزه میدیم، تیشرت ایران. و اگر باز هم مثلا به فرض 5 تا اسکی سراغ دارید همه اینا رو جدا جدا آپلود بکنید روی یوتیوب یا کلام و برای ما بفرستید و شانس برنده شدن شما بیشتره. یعنی اگه 5 تا باشه شانستون بیشتره که برنده بشید. همین دیگه، مرسی. اگه تو با من بمونی عاشق ترینم عزیزم، اگه بگی فردا میری امروز میمیرم عزیزم، اگه بخوای به هم بگی میرم و دیگه نمیام منم میمیرم نمیتونم دیگه.